بعضی آمدن برای اثبات نیابت خاصه خودشان گفتن ما معجزه داریم ببینید این کلمه معجزه یک چیزیه که خب انبیا برای اثبات نبوتشان معجزه داشتن بله درست است اما باید ببینیم معجزه چی هست و موردش در کجایه در وجود معجزه که شکی نیست وجود معجزه یعنی کار خارق العاده که دیگرا قدرت و توان او را نداره اما مورد معجزه در کجاست پیغمبر یا امام اگر ادعای معجزه بودن و معجزه آوردن میکنه در کجاست در مورد مدعای خودشان نه در مورد ادعای خودشان این تعبیر تعبیر بنده است ببین ما دو چیز باید داشته باشیم یکی ادعا داریم مثلا پیغمبر ادعا میکنه که من پیغمبرم باید از طرف خداوند متعال وحی نازل شود و ایر معرفی کنه برای افراد بگه که این آقا ادعای نبوت داره کلمه دیگر مدعاست مدعا یعنی اون چیزی را که این آقا گفته ما باید با یک دلیلی که او عبارت باشه از معجزه تعییرش کنیم یعنی هر پیغمبری یا هر امامی وقتی میگه من حجت خدایم ای آقا باید ادعایش با نس ثابت شود با وحی در مورد پیغمبر ثابت شود در مورد امام و نائب امام با نس باید ثابت شود باید با تصریح ثابت شوه. اگر شود اگر این نس مسلم شد و مسجل شد و این ما اعتبارش را دلالتش را پیدا کردیم بگیم این آقا امام معرفی شده حالا برای این که ما تصدیق کنیم این نائب بودنش را یا امام بودنش را اینجا از این معجزه میخواییم ما میگیم شک داریم در این سندی که شما برای ما آوردی بیا معجزه کن تا ما بالاخره این ادعای تو رو تصدیق کنیم پس ببینید معجزه موردش در ادعا نیست بلکه برای تأیید مدعای یک شخصیه که اون ادعای نبوت یا امامت یا نیابت خاصه را میکنه اینجا یک مغالطه بسیار روشن از طرف بعضی انجام میگیره میگه ما معجزه داریم پس معجزه داریم ما نایب خاصیم ببینیم این حرف با قرآن چقدر تناسب داره و بالاخره مناسبت داره در قرآن عظیم و شعن داریم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده این آیه رو ما به طور کامل میخوانم برای اینکه خب ببینیم در مورد تمام انبیاء الهی خداوند متعال میگه ما اول برای اینها وحی فرستادیم اول وحی فرستادیم یعنی نس دستور صریح برای اینها آمد که شما پیغمبری حالا اینا آمدن در بین جامعه خودشان معرفی کنن برای تعیید مدعایشان ادعایشان یعنی اون مدعایشان آمدن معجزه اقامه کردن باید بین این تا کاملا ما تفکیق قائل شیم نس و دلیل برای اصل وجود نیابت لازم از طرف خدا یا از طرف معصوم در مورد نائب خاص امام زمان اگر کسی میایه خودش نائب امام زمان معرفی میکنه حتما باید دستور سریح داشته باشه و بسا سند داشته باشه برای ما ارائه کنه بگه اینم معرفی کرده حالا ما شک میکنیم میگیم خب حالا این سند مورد شک میگه من معجزه دارم آیات قرآن درست به همین تناسب مطلب را باز کرده میگه ما بسوی همه انبیاء الهی قید نمیزنه همه انبیاء الهی وحی فرستادیم گفتیم شما پیغمبری حالا که شما پیغمبریتان این ادعاتان بالاخره تحقق پیدا کرده از طرف خداوند متعال ما این معجزه را هم برای شما دادیم که اگر در جامعه کسی شک کرد این مدعا را شما با معجزه چکار کنید تأییدش کنید برای تأییده برای تأیید نه. مدعا برای تأیید ادعا که ادعا. اون مدعا باشه باید چی داشته باشه معجزه داشته, باشه استاد از ابتدای بس امشب شما یک کلمه رو بسیار تکرار کردین شاید از بیننده سوال داشته باشن مراد از نص چی هست استاد دستور سره دستور سره بنده در آره برای که بینندگان عزیز مقداری بالاخره دو چهار مشکل نشه گفتم نس یعنی تصریح امام تصریح فرمان امام دستور خاص امام و سندی که خصوصی هم میگه این سند من است همانطور در مورد عثمان ابن سعید سند داشتیم امام معصوم امام حادی، امام حسن اسکری فرمودن این آقا این سندشه نائب از طرف امام معصومه حضرت امام حسن عسکری سند دادن گفتن آقای ابو عمر امام شما در زمان غیبت است یعنی نائب خاص حضرت ولی عصد جلال الله تعالی فرج شریفه آیات قرآن در مورد همه پیغمبران میگه ما یک فرمان برای اینها اول صادر کردیم گفتیم شما پیغمبرید ببینید اینجا نام میبره از اوحینا ال نوح و نبیین من بعده همه انبیا از زمان نوح به بعد بعد اسم میبره میگه ما وحی کردیم به سوی ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسبات، عیسی، ایوب ببینید همه پیغمبران رو نام میبره در سوره نسا آیه 163 بعد در 164 می فرماید و رسولا قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک میگه همه ای پیغمبر را که ما اسم بردیم و همه ای اونهایی را که اسم نبرده بودیم و اسم نبردیم برای شما ای پیغمبر و همچنین خودت باید سند داشته باشی نسکی میگیم یعنی سند داشته باشی و تأیید شده باشه از طرف خداوند متعال حالا که این تعییدی شما آمده از طرف خدا و این نصب و دستور سری از طرف خدا آمده شما بیا خودت را بالاخره با معجزه برای مردم معرفی کن اگر کسی گفت ما این سند شما را قبول نداریم شما بیا معجزه ارائه ای کن برای اینها خب ببینید در این آیه ما چی استنباط میکنیم ازش خداوند متعال می فرماید در هر موردی که کسی ادعا میکنه و مخصوصا در مورد نیابت خاصه حضرت ولی اصر ما باید اول نصر داشته باشیم این نصر رو باید ما پیدا کنیم و ثابت کنیم بگیم آقای فلانی نائب خاص حضرت ولی اصر حالا که این نس آمده اگر کسی شک کرد برای تعیید مدعا میتونه معجزه داشته باشه اما اگر کسی بیایه این نکته توجه کنیم اگر کسی بیایه ابتداعا بگه که خب نه من با معجزه میخوام نیابت خاصم را احراس کنم بیان کنم برای مردم ما میگیم آقا تو مقالطه میکنی تو غلط اندازی میکنی اول شما بیا با نص و دستور و فرمان خاص از طرف منوب و خودت را برای نیابت کاندید بکو و این ثابت بکن و بعد اگر کسی شک کرد شما بیا معجزه ارائه کو برای بسو قبولی قولت و نظرت و دلیلت اول معرفی نامه داشته باشت. اول معرفی نامه داشته باشی بعد, بعد... چیزی برای تایید رو کن بله